سلام، به برنامه چی درسته و چی غلط خوش اومدید. توی این قسمت از برنامه ریش و قیچی دست شماست. من اطلاعات رو به شما میدم و این شما هستین که تصمیم گیرنده هستین و قضاوت میکنید. با ما همراه باشید. کرمان رتبه ششم ایجاد و اشتغال رو داره. به نظر این درسته یا غلط؟ غلط. به نظرم درسته، چون به خاطر باغات پسته و کارخونه هایی که داره. چرا فکر میکنید درسته؟ خیلی معادن داخل استان کرمان داریم. به خاطر که معدن زیاد داریم، کارخونه تو کرمان زیاد داریم، خیلی بیشتر شهرها دیگه داریم. چون بر اساس شهرستانا تولید محصولاتی که داره میتونه یه رتبه بالایی داشته باشه. ولی من هرچی نگاه میکنم باز هم بیکار زیاده. باز هم دنبال کار میگردن، لیسانس‌ها، دیپلم‌ها واقعا. خب الان مثلا اکثر جوان ها خلا داریم میبینیم بیکارن واقعا، رو همین حساب میشه بگی غلط. نرخ دزدی تو کرمان افزایش داشته، درسته یا غلطه؟ درسته. به نظر من 100%. 100%. بله. به علت گرانی، به علت تورم و به علت اینی که واقعا مردم توانایی خرید ندارن، چون توانایی ندارن دست به هر کاری میزنن. چون مردم بی پولن، آدمی که بی پول باشه دست به هر کاری میزنن. تورم اجاره تو کرمان کمتر از متوسط کشوره؟ نه، اینو قبول ندارم. نه، اجاره اینجا بیشتره؟ بله، ببینید الان نسبت به خود کرمان بیشتره خانوم. نه، نرخ اجاره کرمان بالا، خیلی بالا. آره، اجاره خونه اجاره که خیلی بالاین. به نظرتون غلطه؟ بله. پول پیش زیاده، کرای خونه هم کلن خیلی زیاده، اصلا به ندرت گیر میاد که بتونی یه خونه اجاره کنی. کرمان حاوی 7 اثر ثبت جهانیه، درسته یا غلطه؟ اثر ثبت جهانی آره، چون جای تاریخی زیاد داره. بیشتر هم داره، منتها اینا هنوز خودشون پیدا نکردن. کرمان رتبه چهارم فرزند خوندگی رو تو کشور داره، منظور بچه هایی که به سرپرستی گرفته میشن، درسته یا غلطه؟ بله، درسته. میتونه درست باشه. خیلی ها رو ما داریم میبینیم که فرزند خودشون نیست ولی فرزند خونگیه. سرانه فضای آموزشی توی شهر کرمان کمتر از متوسط کشوره، درست یا غلط؟ آموزشی آره کمتر، قبول دارم. شهرهای باره آره خیلی بهتره ولی خود کرمان کمتره. مدرسه کوچیکی که اصلا امکانات ندارم. و به همین دلیل هم شما ببینید الان بیشتر بچه های ما کم درسن واقعا، نمیتونن درس بخونن. تمام این گزاره‌هایی که خونده شد اخبار این چند روز کرمان بوده که از خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری منعکس شده. ما در این گزاره سعی کردیم تا از دید مردم این گزاره‌ها رو بررسی کنیم و ببینیم که از نظرشون چقدر با واقعیت جامعه همخوانی داره و در کنارش ببینیم که مردم چقدر اخبار رو رصد می‌کنن. تا چی درسته و چی غلطه بعدی، خدا نگهدار. برای دیدن ویدیوهای ما در یوتیوب کانال ما را سابسکرایب کنید.